سلام به هاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان، به کانال خودتون خوش اومدید. هاشیه نیوز کانال کساییه که میخوان هر روز در مورد تجهیزات و تحرکات نظامی ایران و جهان اطلاع کسب بکنن. امروز با یه برنامه تانکی در خدمتتون هستیم و میخوایم در مورد یکی از برترین افتخارات ایرانی بیشتر براتون بگیم. این تانک به عنوان دستاورد ایرانی که بر پایه تانک T-72 ساخته شده، به عنوان یکی از بزرگترین افتخارات صنایع نظامی ایران شناخته میشه. با ما تا پایان همراه باشید تا در مورد ویژگی برتر این قوله آهنی با هم صحبت بکنیم، و اگه تا حالا با نظامی ترین رسانه یوتیوب همراه نشدید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. ایران توی اوایل سالهای بعد از جنگ تحمیلی چند صد دستگاه تانک T-72 رو از روسیه خرید. یه بخش از این تانک ها هم در داخل کشور مونتاژ و به نیروهای مسلح تحویل داده شدن. تانک T-72 از جمله پرشمارترین تانک ها در دنیا به حساب میاد که به کشورهای زیادی صادر شده و توی جنگ های زیادی هم حضور داشته. با ورود به قرن 21 و پیشرفت تکنولوژی توی بخش زرهی و ضد زره، مشخصا T-72 با فناوری های قدیمی توان باقی موندن در عرصه رقابت نظامی رو نداشت. به همین دلیل کشور روسیه به عنوان سازنده اصلی و بعضی دیگه از کار برای این تانک بسته های ارتقا رو برای توسعه این تانک ارائه دادن. در سالهای گذشته کلیپ کوتاهی از تانک جدید ایرانی به نمایش در اومد که البته تصاویر از کیفیت آنچنان بالایی برخوردار نبودن. توی همون زمان خیلی از علاقه‌مندان به مسائل نظامی اعلام کردن که این تانک همون کرار ایرانیه. بعدها این تانک در سال 95 بالاخره به صورت رسمی رونمایی شد. در توصیف کلی میشه اینطور گفت که تانک کرار در حقیقت یه ارتقای سنگین و حساب شده ایرانی به روی T-72 روسیه که به نوعی توی بخش‌های حتی اون رو شبیه به خانواده تانک‌های پرقدرت و مشهور T-90 کرده. با نگاه به تانک کرار، یکی از اولین مسائلی که به شدت به چشم میاد بحث طراحی برجک و پوشش‌های حفاظتی نصب شده به روی اونه که به نوعی تانک T-90 SM رو به یاد میاره. برجک تانک به صورت تقریبا کامل با زره مورد نظر پوشیده شده و بخش‌های کناری برجک هم با یه صفحه حفاظتی از پارچه پوشونده شده. توی بخش کنار و عقب بدنه هم پوشش‌های زرهی و همچنین زره‌های قفسی رو مشاهده می‌کنیم که خصوصاً در برابر تهدیداتی مثل راکت‌های ضد زره از جمله سری RPG‌های جدید کاربرد داره. مسئولین وزارت دفاع اشاره به نوع زره به کار رفته توی این تانک نکردن، اما شکل ظاهری اون دارای شباهت‌های زیادی به زره رلیکت ساخت روسی است که توی تانک T-90MS هم استفاده شده. این زره روسی در حقیقت نسل بعدی زره‌های سری کنتاک روسیه به حساب میاد. چند وقت پیش رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم گفته بود که به توان تولید زره کنتاک 5 به صورت کامل دست پیدا کردیم و حتی به نمونه‌های پیشرفته‌تر از اون هم دست پیدا کردیم. در صورتی که زره نصب شده به روی کرار همون ویژگی و کیفیت نوع رلیکت روسیه رو داشته باشه که قطعاً بعید نیست، میشه گفت این تانک به سطح بالایی از حفاظت در برابر تهدیدات ضد زره مثل موشک‌های تاو نسل جدید یا بخش زیادی از گلوله‌های ضد زره شلیک شونده توسط سایر تانک‌ها رسیده. همچنین توی بخشی که لوله به برجک تانک وصل شده هم شاهد نصب پوشش حفاظتی هستیم که میتونه بخش اتصال لوله رو از برخورد ترکش‌های حاصل از درگیری در میدان نبرد حفظ بکنه. این پوشش حفاظتی توی بقیه تانک‌های عملیاتی دنیا دیده نشده. در بخش تجهیزات هدفگیری و اپتیکی هم کرار از سیستم کنترل آتش کامپیوتری نسل سوم برخورداره و سیستم‌های نظارت و هدفگیری توپچی اون شامل سامانه نظارت و هدفگیری در شب متعلق به تانک T-72 و سیستم نظارت و هدفگیری چند کاناله ساخت صنایع الکترونیک ایرانه. سامانه K13491 واسه قابلیت هدایت لیزری موشک‌های توپ پرتاب مورد استفاده در کرار به روی این تانک باقی مونده و واسه هدایت موشک تندر استفاده میشه. این موشک پرتاب شونده هدایت لیزری در حال حاضر در ایران تولید میشه. هدایت این موشک از نوع نیمه خودکار فرمان به خط دید سوار بر پرتوی لیزره و در این روش موشک اصطلاحاً کور هستش و توانایی دیدن هدف رو نداره، بلکه با استفاده از حساسه که در قسمت عقبی بدنه اون مثل دوم قرار داده شده، پرتوی باریک لیزر تابیده شده از پرتابگر رو دریافت میکنه و رایانه کنترل پرواز سعی میکنه تا موشک رو در مرکز این پرتو قرار بده. این فرایند تا رسیدن موشک به هدف ادامه پیدا میکنه.
جرم موشک تندر 17.2 کیلوگرم و 3.5 کیلوگرم اون مربوط به سر جنگی دو مرحله ای، عمق نفوذ اون توی زره تانک تا 70 میلیمتر و برد اون 100 تا 4000 متر، بیشینه سرعت اون 370 و سرعت متوسط اون هم 310 متر بر ثانیه است. نصب دوربین واسه راننده در جلو و عقب تانک از جمله ارتقاهای خیلی ساده و در این حال شدیداً کاربردی توی کراره که دید خیلی خوبی رو به خدمه خصوصا راننده تانک میده و کمک میکنه که کرار با سرعت بیشتری به تغییر وضعیت اقدام بکنه. این سامانه ها توی مدل های قدیمی T-72 وجود نداشت. سامانه هشدار دهنده قفل لیزری ساخت ایران از جمله بقیه سامانه های حفاظتی نصب شده به روی این تانک. از این سیستم واسه کشف پرتو لیزر تابیده شده از سیستم های هدایت تسلیحات یا سیستم های مسافت یاب لیزری ادوات دشمن اعلام هشدار و همچنین استفاده از نارنجک های دودزا واسه ایجاد پرده دود استتاری به منظور محافظت از تانک در برابر تسلیحات هدایت لیزری استفاده میشه. بر اساس تصاویر منتشر شده این تانک به پوشش‌های خاص برای مقابله با امواج حرارتی هم مجهزه و میتونه خودش رو از دید جستجوگرای حرارتی هم پنهان بکنه. این امر توی بحث مقابله با تسلیحات ضد زره جدید و سامانه‌های کشف هدف جدید خیلی مهم و موثره. در داخل این تانک هم از چندین نمایشگر برای امر دیدبانی اطراف تانک و هدفگیری در شب و روز و همه شرایط آب و هوایی استفاده میشه. صفحه نمایش دیجیتالی ناوبری و همچنین صفحه مربوط به وضعیت تانک از جمله نمایشگرهای مهم توی این تانک. مجموعه این دوربین ها و نمایشگر نصب شده توی کرار باعث کاهش فشار روانی به روی خدمه و آسانسازی اجرای عملیات واسه اونها میشه. توی بخش تسلیحات این تانک با توپ 125 میلیمتری استاندارد T-72 مسلح شده که یه سلاح کارآزموده و مطمئن به حساب میاد و میتونه طیف متنوع و گسترده از مهمات رو به سمت اهداف مختلف شلیک بکنه. تیربار کنترل از راه دور به روی این تانک نصب شده که کاربر اون میتونه به راحتی و از درون خود تانک اون رو فعال بکنه و به سمت اهداف مورد نظر تیراندازی بکنه. این سامانه کنترل سلاح ساخت شرکت سا ایران به صورت مستقل دارای سیستم اپتیک برای دیدبانی و هدفگیریه. این نوع سامانه های کنترل از راه دور سلاح از جمله ارتقاهایی به حساب میان که اخیراً توی تانک ها و زره پوش های پیشرفته دنیا نصب میشه و امکان چرخش 360 درجه و درگیری با نیروهای پیاده و اهداف سبک رو داره. توی بخش پیشرانه مسئولین امر اعلام نکردن که از چه موتوری واسه کرار استفاده شده، اما تصاویر مربوط به حرکت اون نشون دهنده توان تحرک بالای این تانک حتی در سطوح شیبدار تند هم بوده. بر اساس تصاویر منتشر شده خط ارتقای تانک ها توی تاسیسات صنایع زرهی بنی هاشم درود فعال شده و در حال حاضر مشغول فعالیت واسه آماده کردن سفارش نیروهای مسلح هستند. بحث ایجاد اشتغال توی این بخش هم از جمله مؤلفه هایی هستش که بایستی به اون توجه کرد، چرا که اصولا بخش زرهی از جمله زیرمجموعه هایی هستش که امکان ایجاد اشتغال در حجم بالا رو داره و با این اوصاف در صورت انجام این ارتقا به روی کلیه T-72 های ایرانی میشه انتظار داشت که یه افزایش جهشگونه در توان زرهی کشور ایجاد شده. همونطور که وزیر دفاع کشورمون تایید کرد، باید بگیم که تانک کرار اقتدار نیروهای مسلح و ایرانه. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاش نیوز رسیدیم. تا برنامه بعدی از این کانال، خداوند یارونه گهدارتون.